خب سلام دوستان، به ویدیو دیگه خوش اومدین. تو این ویدیو قرار با هم دیگه باکس JPG چت رو روی پلتفرم چای حکمی اکسپلویت کنیم که یک سرویس چتینگ هم هست. اول از همه به VPN خودتون متصل شین، باکس رو دیپلوی کنید و تارگت IP خودتون از اینجا دریافت کنید. میریم که راست اسکن رو ران کنیم تا پورت های باز رو به همون نشون بده. داش SV default ببخشید version enumeration SC default scripts و ON key output داشته باشیم توی دایرکتوری nmap به اسم all ports. خب دو تا پورت اوپن داریم، 22 که به صورت دیفالت SSH و 3000 که حالا از اونجایی که یک سرویس چتینگ هستش من حدس میزنم همون سرویس باشه. پس میریم که چکش کنیم حالا توی براوزرمون. The source code of this service can be found at our admin's GitHub. خب همونطور که میبینید در واقع همون سرویس هست، پس با نتکت بهش متصل میشیم. دو تا آپشن بهمون میده، مسیج که میتونیم حالا به توی در واقع این چنل مسیجی رو بفرستیم و ریپورت که میتونیم کسی رو حالا به ادمین ریپورت کنیم با سند و حالا پروف. خب چیز جالب این در واقع مسیجی که اینجا برای ما دیسپلی شده، the source code of this service can be found at our admin's GitHub. میگه که سورس کد حالا این سرویس میتونین توی گیتاب ادمینمون پیدا کنین. یه خورده جمله بندیم درست نبود، ولی سورس کد در واقع این سرویس رو توی گیتاب ادمین پیدا کنیم دیگه. پس اگه بریم توی گیتاب و سرچ کنیم اسم این اپلیکیشن رو که ببینیم آیا چیزی پیدا میکنیم یا خیر. بله همونطور که میبینید دو تا در واقع ریزالت برای ما برمیگردونه که یکیش حالا به زبان پایتون نوشته شده و همونیه که ما میخوایم. اینجا تو دیسکریپشنش زده که برای باکس حالا ترای حکمیه. پس اگه بریم سورس کد بخونیم، ایمپورت او اس پرینت اینا رو پرینت میکنه، دو تا فانکشن داره، ریپورت که بش داش سی اکو، اینجا حالا اسمی که از ما رو میخواد جاش میذاره. خب این میتونه خودش اینجکشن باشه همین اول که دارم من میبینم. اینجا هم همین کار رو میکنه که خب کار درستی نیست. خب این که هیچی، مسیج که مثل اینکه کار خاصی انجام نمیده. حالا ریپورت اون پیامی که براش بفرستیم با بش ران میکنه، حالا اکو میکنه که ما میتونیم اینجا بریک کنیم و کد خودمون رو بذاریم. پس اگه ریپورت بزنیم همونطور که میبینیم اسممون رو میخوایم، الان چی میشه؟ ما اینو بریک زدیم، داریم اینجکشن انجام میدیم. پس اینجا شد اکو های، بعد یه بریک افتاد که اینجا میتونیم حالا هر چیزی که بخوایم و یک کد بش باشه رو اینجکت کنیم. پس یه لیسنر میذاریم برای 4242 بش داش آی ریدایرکت اند دیو TCP 10.9.187.45 روی 4242. من فقط دارم یک در واقع وان لاینر ریورس شل بش رو می نویسم که همیشه این سینتکسش رو قشنگ یادم نمیمونه، امیدوارم که درست باشه. خب حالا ریپورتمون رو میخواد و بله همونطور که میبینید ما در واقع یه شل بهمون کال بک کرد و فوتهولد اولیه‌مون رو گرفتیم. خب من اون اول که حالا همین چند دقیقه پیش بود داشتم این باکس رو انجام میدادم، هی برام سوال بود چرا من کامندایی رو که ران میکنم فقط در واقع اکو میشن و هیچ ریزالتی رو بهم بر نمیگردونم. حتی با پایتون هم نمیتونستم مثلا بشو اسپان کنم که استیبلایز کنم شلمو. اومدم چیکار کردم، دوباره یک ریورسل به خودم کال بک دادم که شاید درست بشه توی شل دومیه. NVLP 1.2.3.4 dev TCP 10.9.187.45 و خب ببینیم که درست شد. بله همونطور که میبینید ریزالت رو به ما برمیگردونه، پس این شل درستیه. یه خورده زوم کنم که شما ببینید، استیبلایزش کنیم. which python import pty خب بشو ایمپورت کردیم. STY
raw minus echo. خب شر ما استیبلایز شد و بریم ببینیم که برای پریوسک چه راههایی داریم. خب اول از همه یه سودو رام میکنیم که همونطور که میبینید میتونیم به عنوان روت بدون نیاز به پسورد این پایتون اسکریپت رو ران کنیم و یک set environment هم داره که set env هم داره که بله میتونیم پایتون path رو روش مشخص کنیم. حالا ببخشید اگه من اشتباه تلفظ میکنم، مشخص کنیم که در واقع به پایتون میگه که حالا لایبرری یا ماجول هایی که میخواد ایمپورت کنه رو از کدوم تو کدوم دایرکتوری در واقع دنبالش بگرده که به صورت دیفالت توی اول توی دایرکتوری که حالا خودمون اسکریپت وجود داره دنبالش میگرده که ما فکر نمی کنم توی اینجا حق پرمیشن رایت داشته باشیم. همونطور که میبینید حق رایت نداریم، فقط رید داریم، پس نمیتونیم اینجا در واقع ماجول ملشیس خودمون رو قرار بدیم چون که حالا اگه ما اینو اصلا کت کنیم که ببینیم چیه، ببخشید حالا من یه خورده دارم جلو جلو حرف میزنم چون همین الان انجام دادم باکسو، میبینید که داره از کامپیر همه چی رو ایمپورت میکنه. پس ما اگه بتونیم اینو در واقع منیپولیت کنیم و کد بعد خودمون رو توش قرار بدیم که یک ریورس شل باشه، حالا من اینجا صفحه باز میکنم که شلمون رو بگیریم به عنوان روت، میتونیم که در واقع پریوس کنیم و روت رو بگیریم. حالا همونطور که دیدید اول گفتم پایتون برای اینکه حالا دنبال این کامپیر بگرده که ایمپورتش کنه از توش، حالا ایمپورت کنه هر چیزی رو، اول توی دایرکتوری که خود اسکریپت وجود داره دنبالش میگرده که همونطور که دیدید ما اینجا حق رایت نداریم، پس نمیتونیم یک در واقع compare.py ایجاد کنیم که از توی اون ایمپورت کنه کد ملشز ما رو. پس باید بگردیم روی سیستم که ببینیم چیزی در واقع این compare اصلا کجا قرار داره و آیا ما روش حق modify داریم یا نه. همطور که میبینید توی library python این compare.py وجود داره که اگه ما روش lsl رو بزنیم که ببینیم آیا حق مادیفاید داریم، بازم میبینید که همچین چیزی نیست. ولی مهمترین چیز از اونجایی که ما حق داریم به در واقع سیستم بگیم که توی کدوم دایرکتوری دنبال این کامپیر بگرده با استفاده از پایتون پث variable environment پایتون پث، میتونیم یه دایرکتوری توی حالا الان یوزر وس هستیم دیگه، cd وس lsla حالا user.txt هم اینجا هست، میتونیم یه دایرکتوری حالا به اسم تست ایجاد میکنیم، chmod777 تست بهش میدیم، میریم توی تست و یک در واقع compare.py خودمون رو ایجاد میکنیم که توش یک ریورشل پایتون باشه که روی پورت nvlp مثلا quad 4 کال بک میکنه. اینو کپی میکنیم که در واقع یک ریورسل پایتونه، میاریمش توی ماجول خودمون، آی پی و پورتش رو عوض میکنیم که اون چیزی که ما میخوایم باشه، پس آی پی خودمون رو میذاریم 10.9.187.45 و روی کواد 4. خب اینو ذخیره میکنیم، حالا یک کتم بزنیم که ببینه من ایرادی نداشته باشه، خیلی هم ترمینالم درسته که اصلا کت کنم بی خیالش، فکر نمی کنم مشکلی باشه. حالا اگه مشکلی بود درستش میکنیم. پس یه بار دیگه سودو رو بزنیم ببینیم که چیکار میتونیم کنیم. پس ما میتونیم در واقع پایتون پث رو مشخص کنیم که سیستم توی این دایرکتوری که الان ما درست کردیم وایسین که پرمیشن 777 هم روی این compare.py بدم. پایتون پث در واقع توی این دایرکتوری تستی که ما الان ایجاد کردیم و توش compare.py خودمون قرار دادیم که این اسکریپت داره در واقع ایمپورتش میکنه، از این استفاده کنه و اونو ران کنه که حالا ریورس شل ماه. پس sudo python path، حالا این اکسپلویت پریوسک توی لینوکس ایجنسی هم بود که خیلی جالب بود، کلا اون باکس کلی پریوسک مختلف داشت. پایتون پث رو میذاریم پس هوم
وست و اسم دایرکتوری تست و بقیهش هم که ران میکنیم از طریق پایتون این اسکریپت رو ران میکنیم. همطور که میبینید ریورسل ما در واقع انجام شد و کالبک کرد به ما و ما الان روت هستیم. پس اگه بریم توی روت میبینید که در واقع root.txt هم همینجا هستش و میتونید دوتا فلگ خودتون رو ریتریف کنید. باکس ایزی بود، خودم همین چند دقیقه پیش همین الان اومدم روی سیستم و انجامش دادم و پریویس که جالبی داشت، همونطور که گفتم این از پریویس که جالبه. خب امیدوارم از این ویدیو کوتاه لذت برده باشین. مثل همیشه اگه لذت بردین لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارین چون که حالا اکانتاتون پاک میشه توی یوتیوب اگه با وی پی ام بیاین و آی پی اتون پشت سر هم عوض میشه و اینا، یوتیوب فکر میکنه که بات هستین و حالا سابسکرایبرتون، یعنی اگه به من سابسکرایب کنین یا هر یوتیوب دیگه ای لال شدم در واقع حسابتون میپره. خلاصه لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.